امروز میخواییم با همدیگه نان شیرمال بسیار آسون و خیلی خوشمزه درست کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشین. شیر ولرم رو داخل یه ظرف میریزیم و بعد بهش خمیر مایه و یک قاشق غذاخوری از کل شکر اضافه و با هم ترکیب میکنیم. میذاریم تا 10 دقیقه بمونه و خمیر مایه عمل بیاد. باید این حالتی پف کرده باشه. حالا داخل یه ظرف دیگه سفیده تخم مرغ، روغن مایه، بقیه شکر و مخلوط خمیر مایه که عمل اومده بود رو میریزیم و یه کوچولو با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. بعد مقداری از آرد الک شده رو اضافه میکنیم، نمک و بیکینگ پودر رو هم توی این مرحله میریزیم. قبلا هم گفته بودم که نمک و خمیر مایه نباید با هم دیگه تماس مستقیم داشته باشن. همینطور به هم زدن ادامه میدیم و بعد آرد رو یواش و مرحله ای اضافه میکنیم. همین که خمیر شروع به جمع شدن کرد، دیگه با دست شروع به ورز دادن خمیر میکنیم. اگه همزن کاسه دار دارین میتونین همه این مراحل رو داخل همزن انجام بدین. حدود 10 دقیقه به ورز دادن خمیر ادامه میدیم تا در نهایت یه خمیر نرم که به دست هم نمیچسبه داشته باشیم. اگه حین ورز دادن خمیر این حالتی به دستتون چسبید میتونین یه مقدار آرد پاشی کنین و دوباره به ورز دادن ادامه بدین. خمیر که به این حالت رسید روش را کمی چرب میکنیم و یک ساعت توی جای گرم بهش استراحت میدیم. ویدیوی قبلی نون سیمیت خیلی خوشمزه و راحت بود که اون از این قسمت بالا میتونیم ببینین. حالا خمیر ما آماده است. پفش رو میگیریم و کمی ورز میدیم. روی سطح کار میذاریم و به 8 قسمت تقسیم میکنیم. برای اینکه اندازه همه نونها یکی باشه چونه های 80 گرمی وزن میکنیم. به این حالت خمیر رو جمع و گرد میکنیم و میذاریم کنار واسه 10 دقیقه استراحت کنه. برای اینکه بعداً بتونیم خمیر رو به راحتی باز کنیم باید 10 دقیقه بهش استراحت بدیم. حالا بعد استراحت هر کدوم از خمیرها رو برمی‌داریم و به کمک وردنه شروع به باز کردن خمیر می‌کنیم. بعد به همین حالت به کمک یک کاتر و ماسوره روی نون شکل می‌اندازیم. از هر شکل و یا طرح دیگه که خودتون دوست دارین هم میتونین استفاده کنین. به همین ترتیب همه نون‌ها رو آماده می‌کنیم و داخل قالب می‌ذاریم بمونه. نیم ساعت دوباره بهشون استراحت می‌دیم و بعد نیم ساعت به کمک زرده تخم مرغ و یک کم روغن مایه که باعث میشه روی نون براق بشه رومال میکنیم. کمی کنجد و سیاه دانه هم میریزیم و بعد داخل فر یا تنور که از قبل گرم شده 15 دقیقه میذاریم که بپزه. حالا بعد پخت بافت داخلی نون رو هم ببینیم. میبینیم که چقدر نرم و عالی شده. اینم از یه نان شیرمال بسیار خوشمزه و عالی. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. واسه یه دیدن آموزش های بیشتر کانال منو حتما سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره. خیلی زیاد دوستتون دارم.